در می آید مرغی به پرواز، پر و بال بگشای مرغ آزادی، به پرواز در آ ای سیمرغ دادگستر، به پرواز در آ ای ققنوس زن زندگی آزادی. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و همکاران هر سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر و پنج شنبه ها ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، علاوه بر اوضاع اقتصاد آمریکا و جهان، با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. بینندگان عزیز تلویزیون پارس، من آنجلو طالبی هستم، برنامه روی خط پود، و امروز 29 آگوست 2024، 3:30 کالیفرنیا تایم، زمان همین پاسیفیک کوست یا اقیانوس آرام. البته اقیانوس اسمش آرامه، ولی در این ور در زمین ما میبینیم که اتفاقات زیادی داره میفته. و یکی از این اتفاقات این بود که نفتی که از نفت دو نوعه، یکی باید بگیم نفت شور و نفت شیرین، حالا یکی بگم نفت ترش، حالا من شور و ترش حالا شما قبول کنید جفتش یکیه. برای من و منم جدی، یه زمان کسایی بودن که در مسجد سلیمان تست میکردن، چون خودم اونایی که افواره میکردن این کار نمیکردن، چون گوگل باعث میشه که ترشه، هرچی گوگل کمتر بشه بهتره. بعد لیبی شماره یک بهترین نفت دنیا از نظر نفت شیرین اونجاست، و الان اون نفت قطع شده تقریبا، و عراق هم اینجا امروز دیسرابشن بود. و به جز اون، درآمد کمپانی مال بیرون انویدیا که یه بزرگترین کمپانی دنیا است، البته یه روز هست یه روز نیست، به خاطر این کمپانی ها با هم مسابقه میدن، ولی به 3.5 تریلیون دلار هم رسیده بود، اومد پایین، داره برمیگرده بالا. ولی امروز وقتی خبرش اومد بیرون، خبر درآمدهاش خوب بود، ولی نه به اندازه که فکر میکردن، شبانه 7-8% اومد پایین. دلیلی که هم به شما میگم اینو، این کمپانی به تنهایی مهمتر از نزدکه، یعنی خودش یک شاخصه که حتی مثلا بقیه کمپانی هم کاری کنن، اگه این اتفاقی براش بیفته، مثل موجیه که میگن وقتی موج میاد 3-4 تا قایق بدون دلیل میره بالا، بدون دلیل میاد پایین، دلیلش هم موجیه که اتفاق افتاده. ما این هم دیدیم. و طلا بالای 2500 دلار رفته، همینطوری هم خوب مونده، چون اگه بهره رو فد بیاره پایین تر، بعد این نگاه میکنه که ببینه فد چیکار میکنه، شاید بهره بده بالا رقابتش کمتر بیشتر میشه، بعد بیاد پایین رقابتش کمتر میشه، چون مردم میگن بجای که بریم سی دی بخریم طلا بخریم. و وقتی هم برای میره بالا، به اینکه مثل تورمه، چون یه حالت تورمه. طلا به طور کل از بحران خوشش میاد، طلا نه به بهره فکر میکنه، نه به تصمیم های دنیا نگاه میکنه، طلا چیزی هستش که بر اساس اون بحرانه. و وقتی پول به خطر میفته، مثلا واحدهای پول به خطر میفته، چون طلا قیمتی داره که مثلا شما سکه‌شی داری، هر جای دنیا برین میتونین اون سکه رو بفروشین، پول خودمون کشور به شما میدن. البته من نمیگم الان برین طلا بخرین، من دارم توضیح براتون میدم. اصلا به نظر من، به نتیجه ای که من رسیدم اینه که خرید یک هر چیزی، هم سرمایه گذاری که در اون منفعت نباشه، یعنی فقط اینه که ممکنه بده بالا، ممکنه بیاد پایین، حالا اگه دیویدن میده منفعت داره، شما دارین درآمد میگیره، چون کمپانی ها وقتی استفاده میکنن بعضی هاش دیویدن میدن، یعنی دیواید اند، یعنی تقسیم کنیم از چی استفاده است، از دو لغت دیواید اند که میشه دیویدن،
یعنی اونو میگه بس انقدر ساختیم، بس انقدر درصد به اون سهامداران، خلاصه یه اینکام داره میده. یکی از بزرگاش AT&T بود، یادتون از AT&T همیشه کمپانی بود که خلاصه درآمدی هم میده، ولی قیمت ممکنه بیاد پایین. درآمد میده ولی ممکنه قیمتش بالا پایین بیاد. به نظر من خوبه در این زمان هر کاری بکنین چیزی باشه که به شما یک منفعتی میده. مثلا ریال استیت چه منافعی خیلی زیادی داره. شما درآمد از مستاجرا میگیرین، استهلاک رو استفاده میکنین برای کاهش پرداخت مالیات، دپریسیشن بهش میاد، سرتون رو مشغول میکنه. بعضی از یه ساختمون نمیری نگاه میکنین، باش کار میکنین، البته خطرهای خودش هم داره، ولی برجل بعد یکی هم این که امیده که بره بالا، معمولا میره بالا، نه که همیشه حتما میره بالا، چون پایین هم میتونه بیاد. پس برای همین ریال استیت رو میخرین. ولی مثلا شما یه سهم رو میخرین فقط به این میخرین که بره بالا، چون منافع دیگه ای نداره. یا میوچوال فان میخرین، یا اگلو اینوستمنت هایی که هست. مثلا سی دی چه بنفیتی داره؟ سی دی بنفیتی نداره، تازه تکسیبل هم هست. در حال حاضر تو آمریکا بر اساس این AI هم اومده، آرتفیشال هوش مصنوعی، آرتفیشال اینتلیجنس، کمپانی ها حسابایی درست کردن که دقیقا چیزایی که شما میخواید انجام بدید تو زندگی میتونه براتون انجام بده، درآمد بده، مواظبتون باشه، خیلی کارا بکنه. بهش میگن financialengineer.com، مثل همون FIA که فیکس ایندکس انویتیه. من راجع به وریبل زنگ حرف نمیزنم، چون نفری زنگ زد به من تو آفیس گفتن که و من یه وریبل پالیسی دارم، ولی به متغیر اندازه حساب میتونه بیاد پایین. وقتی فیکس میشنوی، اون وقتی که اون اصل پول تضمین شده است، وقتی هم رشد میکنه، اون رشدی هم که کرده میاد تو قلدک تضمین. مثلا یه 100 بشه 120 سالگرد حساب، اون 20 سال حالا گارانتی میشه 120. یا حسابایی مثل IUL، IUL هم ایندکس یونیورسال لایف، این کمپانی های بیمه دارن. این تنها چیزی که در آمریکا هم رشد تکس فری میکنه، بذار لغت تکس فری رو بگم بدون مالیات. من اینو هیچ وقت به این سادگی استفاده نمی کنم، ولی از 1885 که اولین چیزای شروع شده تا به حال، رشد ارزش حساب در بیمه های عمری که به خصوص هستن روی مالیات نمیدن، به جز اون خانواده شما مواظبت میکنه اگه اتفاقی براتون افتاد، به خودتون کمک میکنه، چون فقط death benefit نیست، living benefit هم هست. living benefit یعنی در زمان حیات استفاده کنید. الان ما حسابهایی داریم که مثلا 15 سال پیش شروع کردن، در 15 سال پیش. حالا این برای اشخاصی خوبه که اولا که باید هر کسی این حساب میخواد باز کنه، باید از نظر جسمی و سلامتی خوب باشه، خیلی خوب باشه، نمیگم خوب باشه، خیلی خوب باشه، یعنی سالم باشه. و اگه هستین، این حسابی است که هر وقت شما بخواید بتونین بگیرین، چون وقتی اون فیزیکال اگزامینیشن یا اون آزمایش سلامتی رو پس نکنین، قبول نشین، خب قبول نمیکنن. برای اونایی که سلامت کامل دارم، امیدوارم که همتون سالم و خوب باشین، ولی اونایی که هستن مثلا سنشون هم بین بگیم 35 40 تا 65 70 هستن، بعد اون حسابی که میگفتم بعد از تقریبا 12 13 سال الان 3500 دلار دارن برمیدارن از اون حساب، تکس فری بدون مالیات، مثل یه درآمد، مثل یه پنشن، چون پولی که گذاشته بودن جمع شده، رشد کرده بدون مالیات. هر اتفاقی هم برایشون بیفته، خانواده اون دث بنفیت رو دارن. مثلا اون قدرت اهرمی این حساب اینطوریه، برای یه دلار شما میتونید 10 دلار بدون مالیات بگیرید. میدونم خیلی ادعای عجیبیه، ولی هست. مثلا شما برای 1 میلیون دلار دث بنفیت، شما 100 هزار دلار بذارین،
البته عمل نمیشه اجا گذاشت، یه گایدلاین آیرس داده که تا اونقدر بزنین مثلا 4 تا 25000 دلار بزنین. من برای شخص 40 سال پایین میگم حالا اون پیاف شده، حالا اون شخص که 65 سال 60 65 سالش بشه میتونه از اون ارزش حساب که جمع شده برای خودش درآمد برداره. و اگه هم کمپانی خودتونه بزنس خودتونو دارین، تحت شرایطی میتونه تکسی داشته بدن، یعنی وقتی شما پیمنت میپردازین از مالیاتتون هم از درآمدتون که باید مالیات بپردازین کمتر کنید. و در بعضی موارد اصلا شما خودتون پریمیوم نمیپردازین، بانک هایی هستن که برای شما میپردازین، شما برای اینترست رو میپردازین، چون خود این حساب ها یه نوع کلدرال دارن، یعنی خودشون یک نوع مکانیزمی دارن که خیلی کلدرال پایین باید بزنین، بعد دو سه سال دیگه کلدرال وجود نداره. خب دلیلی که اینو میگم، این حسابایی که بهتون گفتم یه مأموریت دارن، طراحی شدن برای منافع بنفیت، ولی همونطوری گفتم سهام به اون صورت تنها منفعتی ندارن، تنها چیزی که هست اگر بره بالا شما از رشدش استفاده میکنی، بیاد پایین از رشدش از کاهشش ناراحت میشین. ولی اینجا اصلا موضوع اینوستمنت نیست، میگن پولتون رو گذاشتین که براتون یه کاری بکنه. میگن بعضی وقتا پول بذارین جلو چشتون بگی من اینقدر برای تو کار کردم، حالا نوبت توی برای من کار کنی. شما دیدن پولتون باید برای شما کار کنه. حالا اگه شما به صنعت تکنولوژی آمریکا در امور مالی قبول دارین، که به نظر من نمیدونم اگه جایی تو دنیا هست که از حسابایی که تو آمریکا هست بهتر باشه، اینجا مخصوصا در این 10-15 سال اخیر حساب هایی طراحی شده که تمام این کارا رو براتون انجام میده. مثلا شما به این فکر کنید الان 100000 دلار دارین توی سی دی، مثال میزنم، شما به این فکر کنید با این 100000 دلار چون نمیدونم چه درآمدی بهتون میده، تازه تکس بدم هست، و بعضی ها فکر میکنن سی دی همیشگیه، سی دی ممکنه مثلا 2 سال دیگه بشه 3%، 2%، چقدر بوده زمان 0.5%، حالا ممکنه خیلی بده بالا، من فکر نمیکنم اینکه 2 رقمه بشه، ولی همون الان هم آیس آیس دارن اون پیمنت هایی که دو سی دی هست پایین میارن و همیشه هم از تورم پایین تر بوده. ولی موضوع نیست، موضوع اینه که برای شما بنفیتی وجود نمیاره. مثلا همون 100000 دلار به این فکر کنید شما یه پسر دارین بگیم 40 ساله، 35-40 ساله، یا خودتون ما سالی 10000 دلار بزنیم بعد 10 سال یه حساب خوب میگیریم که مواظبت از خودتون هم میکنه، یه 4-25000 دلار بزن. به اینا میگن IUL Index Universal Life، Index Universal Life. ایندکس یعنی چی؟ یعنی شاخص، حسابی که بر اساس شاخص حرکت میکنه، ولی پایین نمیاد، اون شاخص ها منفی نمیشن. ما در این صحبتی که الان من دارم میکنم هیچ وقت شما رشد منفی نخواهید داشت، یعنی همیشه باید یا مثبت باشه 0%، مثلا بازار 20% بیاد پایین مال شما پایین نمیاد. همون زمانی که این بازار تقریبا 11% توی هفته آگوست 5 شروع شد، از یه زنگ زدن گفتن که حساب ما چیزی یک پنی هم پایین نیومده. مثلا دوستاشون هم حساب های بازنشستگیشون 20-30% اومد پایین، حالا ممکنه برگشته بالا، ولی خیلی اومدن بیرون نموندن که برگرده بالا. معمولا ترس باعث میشه و حرص هم باعث میشه که وقتی خیلی بالا رفته نخوام بیان بیرون. برجد این بازار سهام نیست، این یک نوع مکانیزمه، یک نوع ویهکل، یک نوع وسیله نقلیه است که تا آخرین نفس شما برای شما کار میکنه. و به این تکنولوژی آمریکا هم اگه اعتقاد داشته باشین، این حساب به نظر من بسیار خوب هستن. و من هفته پیشم گفتم شما اگر حساب هایی دارین که یه جا کار میکردین، اینو لازم به یاداوریه چون بعضی ها متوجه نمیشن اینو. اگه شما یه جا کار میکردین مثلا 20 سال 25 سال کار میکنین، 401k دارین، هنوز هم کار میکنین، برین از اون سازمانی که هستین، دپارتمنتش که میگن PR، اون بوکیپینگ رو انجام میده،
بهش میگن این سرویس رول اوور. این سرویس رول اوور یعنی شما دارین کار میکنی ولی میتونین رول اوورش کنی، چون قبلا این بودش که باید دیگه یا کار نکنین یا بازنشسته بشین یا اخراجتون کنن یا لیاف بشین. ولی این قانون باعث شد که حتی شما یه کارم میکنید میتونید رول اوورش کنید. از خود کمپانیتون بپرسید، بعضی وقتا یه سنهایی هست که از اون سنها نباید کمتر باشه. بعضی میتونید آفیس ما زنگ بزنید کجا کار میکنیم با بهتون بگیم. و اونایی که زنگ زدیم که برای اینکه گفتم فوروان که رو تجزیه تحلیل میکنیم یا بازنشسته، یعنی سپ آیره دارین، آیره دارین، سر کار فوروانکی معلمین، 457 هاسپیتال کار میکنید، به شما یه فوروانکی دارین. یا اگه شما اینجا قبلا کار میکردین که هنوز همونجا مونده، اونا رو میتونید ترانسفر کنید. من با یه خانم صحبت کردم 18 سال بود فوروانکیش، دیگه اونجا کار نمیکرد، هنوز اونجا مونده بود. بعد بهش گفتم چقدر چه، گفت نمیدونم. بعد بهم نشون داد، گفت تقریبا همون اندازه است که 18 سال پیش بود. نگاه کنید به این، اگه شما جای کار میکردین، بعضی به خاطر احساساتی که دارن راجع به جایی که کار میکردن اونو همونجا نگه میدارن. یادتون باشه قراره که برای شما درآمد به وجود بیاره. شما یه آقایی گفت من 400 هزار دلار آیره دارم. گفتم آقا اگر این شما میرفتیم مثلا یه ماه بخواین خرجش کنیم پول زیادی، یه سال خرجش کنیم پول زیادیه، و اگه تا آخر اون باید براش باش زندگی کنید دیگه با اون فکر نکن 400 هزار. چون بعضی وقتا میگن false sense of wealth، یعنی توهم میده که پول دارن ولی نمیدونن که اونو باید ماهانه بگیرن تا آخر عمر. فرانکی که برای این درست نشده که شما تو بازار سهام باش بازی کنید. من میدونم خیلی این کار میکنن، میگن think income. وقتی اون میگه باید چقدر در ماه به من میپردازه، مثلا برای اون 400 هزار دلاری که همون شخصی بهتون میگم که 64 سالشون بود، بعد گفتش که من تا 70 سالگی لازم ندارم، اون وقت میخوام ریتایرشم. تا 70 سالگی اون 400 هزار دلار 4000 دلار در ماه بهش میداد گارانتی تا آخرام. تا 70 سالگی 48000 دلار برای 400000 دلار. چون یا آقا به این مثلا 70 الان مردم 85 90 اینا هم زندگی میکنن، اگه 20 سال این درآمد بگیره تمامش 1 میلیون دلار درآمد گرفت برای اون 400 تا. ولی خوبیش اینه که هر اتفاقی بیفته تو دنیا شما اون درآمد رو خواهید گرفت، و تنها چیزی که تو آمریکا هیچ وقت قصور در پرداخت یا دیفالت نشده، هیچ وقت آمریکا کسی نبوده بگه من پنشن داشتم، اینکام انویتی داشتم، درآمد به من میدادن، قرض کرد. بعد بعضی هم هستن که من صحبت میکنم بزنس خودشون رو داشتن، کار خودشون رو داشتن، نه سوشال سکیوریتی بود گذاشتن زیاد، نه پنشن و آیراینا داشتن. حالا برای اون اشخاص خوبه که یه کاری بکنید که به شما شروع کنه درآمد دادن، مخصوصا برای همسراتون. چون اگه خدا نکرده شما نباشین و اگه میخواین دعای همسرتون همیشه پشت سر شما باشه، یک چی درست کنید که خانمتون هم جوینت باشه، که اگه اتفاقی افتاد اون درآمد ایشون هنوز میگیره تا آخر عمر خودش. چون بعضی وقتا خانمات تو این کارها خودشون مستقیما دخالت نمی کنن، یعنی تو کارهایی که همسرشون میکنن و اتفاقی برای همسرشون میفته، خانمها معمولا میتونن این کار بگیرن. ممکنه حالا شما رنتال داشته باشین و خانم شما ممکنه که خیلی هم دوست داشته باشه اونا رو، ولی اونا گارانتی که نیستن. باور کنید کسی که گارانتی اینکام داره ولی چی میگن سوشال سکیوریتی، حفاظت اجتماعست. اگه نبود که اینجا در به داغون میشد آمریکا. برای همین شما میخواین اینو برای خودت و خانمتون به وجود بیارید. اینم برای آدمایی مثلا، البته برای بازنشستگی اونایی که آیرانی دارن هر زمان خوبه، ولی این که من میگم برای مثلا شما این بین 55 تا 70 هستین، 75 هستین، بین 55 تا 75 هستین، میتونین چی بذارین؟
شروع کنین درآمد گرفتن، یا روز اول معمولا من دوستان بگم یک سال صبر کنید بعد که زر رشد بکنه بعد برداشت کنید، یا میتونید بذارین 3 سال 4 سال بمونه بعدا برداشت کنید. لازم به یادآوری است به قول آمریکایی ها گود نیوز، روش مالیات نمیدین، رو روش اگه دست نمیزنین مالیات نمیدین، تکس دیفرد هستن، بعدا مالیاتش میدین، اما که مالیاتش الان نمیدین خیلی خوبه. ارزش زمانی پول، تایم ولی آف منی، یه دلار که تکسش رو بعدا بدین بهتره که تو الان بدین، چون الان بدین اون پولی که سیف کردی تکس رو الان ندیدی میتونی جای دیگه سرمایه گذاری کنی. امیدوارم چیزی گفتم قابل درک بود، چون یه ذره پیچیده است. بشون تکس ریفورد یعنی تعویق میندازید، عقب میندازید مالیات. این حساب در دفاتر ما هستن، یک حسابی در حال حاضر هست که 20% از اول به شما بونس میده و هر سال 10% برای 10 سال اگه بهش دست نزنین، یعنی اون شخصی که میخواد پول برداشت کنه بر اساس اون 20% اول و 10% که هر سال رشد کرده تا هر زمانی که بخواد از اون عدد پول میگیره، حتی اگه خود پول خودش هم به اون اندازه نرسیده باشه. چون وقتی من میگم 20% و 10% اون توی یک عددی هستی بهش میگن اینکام بیس. اینکام بیس یکی از بهترین اختراعات آمریکاست در امور مالی. شما هر وقت یه کار میکنه میگه اینکام بیس داره، اینکام بیس یعنی از اون شما درآمد میگیری، درصدی از اون رو میگیری. شما سیدی میذارین درصدی از سیدی در شما 100,000 رو 100,000 دلار شما این کار رو میکنین درآمد میگیرین. اینجا اگه شما 100,000 دلار بذارین در شروع از 120,000 دلار درآمد میگیرین، سال بعدش یعنی بعد از سال اول از 130,000 دلار دارین درآمد میگیرین، و درآمدش هم بستگی به سنتون داره که اگه شما تو لیت 60s 70s هستین، در آخر 60 تا اول 70 هستین یا وسط 70 هستین، بین 6 تا 6.5 درصد در اون اینکام بیسه که درآمد اون درآمد تضمین شده است. ما به آخر برنامه‌مون رسیدیم. فقط اگر شما تو پورتفولیوی ساکینا دارین مواظب باشین و به قسمتی از اون برداشت کنین، مخصوصا اگه در بازنشستگیتون هست از اون برداشت کنید و بذارین جایی، چون مالیات کپیتال گین نمیدین شما. و اگر شما مالیات زیاد میپردازین، امسال قرار 2024 میگم، هم برای اینکه شما یه چیز فروختین کپیتال گین دادین یا اینکام تکس زیاد میدین، برای اون هم راه حل هایی هست. دفاتر ما 310-205-9000-310-205-9000. و من جدی میگم هر کسی که اینجا زنگ میزنه یه اطلاعی میگیره که تاثیر بزرگی میذاره. من به شما یه قولی ندارم، تنها قولی که میدم با صحبت تو دفتر ما یک اضافه میشه بهتون، به علمتون اضافه میشه راجع به امور مالی. یک بار دیگه روز و شبتون شاد و نیک باد. تا درودی دیگر، بدرود، روز خوش. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و همکاران هر سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر و پنج شنبه ها ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر اوضاع اقتصاد آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. جواهری والا با کلکسیونی از بهترین زیورالات طلا و جواهر، انتخابی شایسته برای سلیقه خاص شماست. تجربه همکاری ارزشمند بین جواهری والا و تلویزیون پارس رأی اعتمادی است برای بهترین خرید شما. یک شنبه ها یک بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های GLVs در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLVs برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLVs، پل ارتباطی شبکه ما با شما. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به GLVs بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، تی سی ال، ژیائومی و یا دیگر مدل های اندروید و یا گوگل تی وی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس های GLVs همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLVs از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. مژده به دوستداران سریال های ترکی، دارندگان جیل باکس HD 500 و اکثر تلویزیون های هوشمند، از این پس می توانید سریال های محبوبتان را هم به زبان اصلی با زیرنویس فارسی و هم با دوبله فارسی تماشا کنید. کشکک غذای مشهور ارزینجان. برای این کار از ژانر سریال های دوبله و زیرخانی سریال محبوبتان را انتخاب کرده برای قسمت دلخواهتان کلیک کنید. امارت خودمون؟ evet. Güzel bir konak yaptırmayalım kendimize. با فشار دادن جهت پایین بر روی کنترل خود، گزینه زیرخانی و یا زیرنویس در بالای صفحه نمودار می شود. اکنون می توانید با استفاده از جهت چپ و یا راست روی کنترل خود، زیرنویس و یا زیرخانی را انتخاب کرده و از تماشای سریال های محبوب خود در GLVs لذت ببرید. مرسی جیلویز.
اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاضق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا و همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. ادوانس آی سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس آی سرجری کلینیک هستیم. درود بسیار به شما بینندگان عزیز و ارمند برنامه شکفتای جهان چشم پزشکی. امیدوارم هست که تندرست و سرحال باشید و فرصت داشته باشید تا با هم میری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشید. فلک را سخت بشکافیم و ترهین و درندازیم. برنامه شکفتای جهان چشم پزشکی هر هفته روز شنبه از ساعت 12:00 بعد از نیم روز به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردد. و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری چشم، در این برنامه درباره بیماری‌ها و جراحی چشم با شما سخن می‌گویم. بازپخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس از همین شبکه خواهد بود که برابر ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه در ایران احتمالا خواهد خب. امروز متاسفانه برنامه پرسش و پاسخ رادیو نداریم، پس دوستان اگر سوالاتی دارید فقط در همین برنامه می توانید سوالات رو مطرح کنید. هر چه زودتر سوالات رو مطرح کنید. متاسفانه همیشه در آخر برنامه من می بینم که افرادی پشت خط می مانند و سوالاتشون فرصت نمی شود که جواب داده شود. بنابراین بهتر است که از همون اول برنامه به تلفنی که زیر به اصطلاح سکرین هستش هستونجا، نه امیر جان، شماره تلفن استودیو به این شماره زنگ بزنید و سوالاتتون رو مطرح کنید تا بتوانم سوالاتتون رو به موقع پاسخ بدم. چند تا نکته هست، من این نکات رو ذکر کنم. ببینید، اگر میدونید که وقتی ما کاتاراکت عمل میکنیم بعضی از افراد میگن آی دکتر یک چشم رو برای دور بکنه، یک چشم برای نزدیک، که اصطلاح پزشکی آن هست مانو ویژه. من شاید یکی از الان دو تا ایده وجود داره در اصولا جامعه چشم پزشکی امریکا که تعداد بسیار زیادی از چشم پزشکان با این مسئله مخالفن و تعداد کمی موافقن و من جزی کسانی هستم که به شدت مخالف مانو ویژه هست. میگویم که شما باید هر دو چشمتون برای دور درست بشود و برای خوندنتون عینک بزنید یا لنز مالتیفوکال بگذارید که هر دو چشم برای دور، هر دو چشم برای نزدیک، برای همه عمر راحت بشه. بیماری مراجعه کرده بود که بله دوستم مانوویژن کرده جای دیگری البته و خیلی راضی است و من هم میخواهم که مانوویژن بشم. گفتم من توصیه نمی کنم مانوویژن رو،